یه روز یه خانم ثروتمند روی عرشه کشتی تو سواحل مکزیک داشت به دریا نگاه میکرد که ناگهان انگشتر الماسش سر خورد و افتاد تو آب. زن با ناراحتی سفر رو سپری کرد. اما کار دنیا رو ببین، 15 سال بعد وقتی که به همون شهر ساحلی بازگشت، توی رستورانی کنار ساحل سفارش خوراک ماهی داد. وقتی داشت ماهی میخورد یه جسم سفت و سختی زیر دندونش حس کرد. وقتی درآوردش دید استخون ماهیه. شرمنده، منم اولش فکر کردم انگشترش پیدا شده. نه ناکس، من که فهمیدم تو چی داری میگی این وسط. تو میخوای بگی این حرفا که همه خرجایی که برای هستی کردیم و تو برجا بای دادیم و ریختیم تو دریا جایی نرفته و هر موقع مقام ما یه سو بگه برمیگرده کشکم نیست، استخون ماهیه. اما اشتباه میکنی، الان استخون ماهی هم به اون نمیدن. همین هفته که عزبا گفت 190,000 سو رو شروع کنین، تازه رفتیم تو فاز قلم چکش. اون سیمانایی که تو عراق ریخته بودیم رو دم و دستگاه هستیمون الان داریم با قلم چکش میشکنیم در کادر برجام. عزبا گفته فعلا در کادر برجام. آقای دکتر، مگه همین برجام نبود که سیمانو ریخ روش؟ خب چرا به من میگی؟ برو به مقام عزبا این حرفا رو بزن دیگه ناکس. آخه خالی بندی تا موقعی به درد بخوره که دستتو نخونده باشم، وگرنه بر میگرده دو پوز خودت. برهم عبوی همیشه میفهمودن بزن بادو عرض میکردم. بله میفهمودن که تو مصاحبه استخدامی مشنگی گفت من اسپانیایی بلدم. گفتن ای باری کلا یه کمی حرف بزن بینیم. گفت ایکر کاسیاس سرجیو راموس جاوی آلونزو. مسئول استخدامی گفت بابا باری کلا چه روونم ماشاءالله صحبت میکنی، حالا معنی این چیزایی که گفتین چیه؟ مشنگی گفت معنیش اینه که اگه منو استخدام بکنین زدین و بردین. ترگو آفرین به این تسلطت به زبان اسپانیایی. مشنگی دوباره گفت دانی کارواخال، یعنی قابلی نداره. طرف گفتش که رونالدو مسی ابراهیموویچ. مشنگی گفت این دیگه یعنی چی؟ مسئول استخدام گفت یعنی خر خودتی، پاش برو گم شو بیرون. روشن شد یا به اسپانیایی برات ترجمه کنم این حرفا رو؟ آقای دکتر، من با حفظ حق دفاع از خود یه تذکر آیین‌نامه پیش از دستورم داشتم یادم رفت بگم. قرن 21، قرن ارتباطاته، قرن تکنولوژیه. دیگه از تلویزیون تا اون رابند قطار ریموت دارن، از راه دور روشن میشن. شما تا کی میخواید منو دستی روشن کنید؟ بفرمایید این ریموت مستهلك شدم از بس دستی منو روشن خاموش کردیم. با فشار یه دکمه هم صدا داره هم تصویر. بفرمایید. نه خیر، شیوه سنتی مطمئن تره. اینو هاش اینجوری روشن میکنن. روشن شد یا بذارم دنده دو یه هول با یه نیشگاز تا روشن شو بری سر سوالات. باش آقای دکتر، در مورد راهبرد مقام عظما راجع به سازمان همکاری های شانگهای یه مقداری برای ما توضیح بدید. عظما گفتش که نگاه به شرق، یعنی بریم توی پیمانهای شرقی عضو بشیم، فک غربو بذاریم کف دستش که دیگه فکر تحریم بارم نکنه. چه فکر بکری؟ به به، با عضو شدن تو سازمان همکاری شانگهای میشه تو مبادلات مالی جهانی هم شرکت کرد. یه این FATF و تحریم ها و اینا همه برن پیکارشون. برای به دست آوردن همین دستاورد بود که هیئت سنگینی فرستادیم. مقام عظما اومد ولایتی رو هم منگنه کرد با روحانی با هم فرستادیم. آره دیگه، همینطوری هست که میگی. خب با مبارکی این رابط انجام شد. نه خیر، محکم خورد تو پوزشون. پوز روحانی و ولایتی؟ اونم البته بله، ولی پوز عظما قبولمون نکردن. بعد تو سری بود توی هیرو میری. آی دکتر، به نظر من برای اینکه دیگه از این توپوزی ها نخوریم بیریم خودمون ائتلاف را بندازیم با سوریه و حوثی‌ها و مالکی و حزب الله و اینا. یه ائتلاف خطرناک، همش که نمیشه شورای همکاری و اتحاد عرب و ناتو و هرچی پیمان بین المللی و الو بله همه علیه ما باشه. ما هم ائتلاف های خودمون رو داشته باشیم. آی دکتر، تو فکر کنم که تبت رفته بالا که اینجوری صحبت نکنی. اگه یکی رو پیدا کردی که تو بدبختی مثل ما باشه، سلام منو بهش برسون. با همون ریموتت هم بیا تو منو روشن کن این دفعه. ناکس، مرحوم عبوی همیشه میفهم بودن بزن با هدو. عرض میکردم بله. میفهم بودن که طرف رفت مدرسه دنبال بچه مشنگش،
رفت طبقه اول یه تابلو زدن محل نگهداری دانش آموزان با استعداد. پرسید بچه با اینجاست؟ طرف گفت نه بابا اینجا نیست. رفت طبقه دوم دید تابلو زدن محل نگهداری دانش آموزان متوسط. بچه اونجا هم نبود. رفت طبقه سوم دید تابلو زدن محل نگهداری دانش آموزان خنگ و کودن. گفت دیگه مراد قلی ما حتما اینجاست دیگه. رفت دید اونجا هم نیست. آخرش رفت طبقه چهارم دید یه تابلو زدن محل نگهداری مراد قلی. روشن شد یا بذارم که بری پیش مراد قلی. آیه دکتر دشمن ها کور خوندن که فکر میکنن هر روز یه تحریم بهمون اضافه میکنن ما هم به زانو در میایم. برعکس اینطوری عادت میکنیم، وگرنه فکر میکنی مقام عظما این اقتصاد مقاومتی و نگاه به شرق و اینا رو از کجاش در میاره؟ گفتم تبت رفته بالا درست به شو هم نیست. حالا میشه تو دیگه نمک رو زخم ما نپاشی؟ مرحوم عبوی همیشه میفهم بودن بزن با دو عرض میکردم. بله میفهمونن که مشنگه هر روز از علف خرش کم میکرد که خره به نخوردن عادت بکنه. بعد از یه مدتی ازش پرسیدن چی شد؟ طرف گفتش که خوب پیش میرفت، نزدیک بود عادت بکنه که مرد. روشن شد یا پتو هم به این ضربه زده رای من عادت کردی؟ نه خیر، این از اون چیزای عادت شدنی نیست. آیه دکتر من میگم بی خودی دور نچرخیم. درسته که بدبختی زیادی دور بر نظام گرفته، FATF و شانگهای و برجام و تحریم و اوضاع داخلی، ولی همه اینا یه طرف، اون بدبختی اصلیه که آخرش مقام عظما رو ناک اوت میکنه رو توضیح بدین. منظورم فعالیت های براندازانه نیروی برانداز. ببار اون صدا تو دیگه ناکس، مگه تو نمیدونی که نباید اسم اونا رو بیاری؟ مگه تو نمیدونی که اینا خط قرمز نظامه؟ آقای دکتر کجای کاری قربونه برم؟ فکر کنم اخبار رو نگاه نمی کنی. الان دیگه کسی خط قرمز حالیش نیست، راحت اسم میارن. بیا و ببین کواکی بیان تو مجلس عربده میکشید که بلنگوارو هم خاموش میکردی باز به بیرون مجلس میرسید، گوشارو کر میکرد. از سخنگوی وزارت خارجه تا حاجی علم‌الهدی تا خود مقام عظما بند سرخ و آب دادن رفت. شما زورت به من رسیده قربونه دارم. به خاطر ترسی که این چیزای قضیات شده که دیگه کسی خط قرمز حالیش نیست. یعنی چی؟ بابوی همیشه میفهمودن بزا باهدون. عرض کردم بله. میفهمونن که پسره تو اتاق نشسته بود که مادرش با ملاقه کوبید تو سرش. گویلای بریزیده تریلی 19 چرخ. 18 چرخ؟ آی دکتر نخه 19 چرخ. مادره رانندگی سنگین بلد بوده، تایر زاپاس هم حساب کرده. خلاصه ملاقه رو کوبید تو کله پسره و پسره گفت چرا میزنی؟ مادره گفت مگه نگفته بودم با این پسره آیدین نچرخ؟ الان تو جیب شلوارت این کاغذ پیدا کردم که روش نوشته شماره آیدین. پسره گفت بابا دو روز پیش تو مسابقه اسب سواری سر یه اسب شرط بندی کردم، اسم اسب آیدین بود. نتیجه اخلاقی که میشه اینجا گرفت اینه که مادرها ممکنه بعضی وقتا زود قضاوت بکنن. چه ربطی به بحث مادرها ای دکتر؟ سب کن الان ربطش هم پیدا میشه، محکم بشین. پیچ اصلی داستان اینجاست. فرداش دوباره تو اتاق نشسته بودن که مادره بازم با ملاقه کوبید تو کله پسره. پسره گفت دوباره چی شده؟ مادره گفت اسبت زنگ زده بود کارت داشت. نتیجه اخلاقی مهمتر، مادرها همیشه درست حد میزنن. آی دکتر شما یعنی میخواییم بگین بدبختی مقام عظما به اینجا رسیده که دیگه امیدی بهش نیست؟ مقام عظما همش درست میگه و خالی میبنده. آقا این حرفا چیست؟